لوقا فصل 15. در این اسنا جزیه‌گیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. پیروان فرقه فریسی و ملایان یهود غمغم کنان گفتند: این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مسئله آورد و گفت: فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد، با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید: با من خوشی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر خوشی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیاز به توبه ندارند. و یا فرض کنید زن 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغ روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد، همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید: با من خوشی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا خوشی و سرور خواهد بود. باز فرمود: مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، حصه مرا از دارایی خود به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن 2 تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام حصه خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با خوراکی که خوکها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. آخر به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و بود به پاهایش کنید، گوساله چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشن برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر کلانتر در مزرعه بود و وقت بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید: چه شده است؟ نوکر به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم باز یافته، گوساله چاق را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت: تو خوب می دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروتت را با فاحشه ها تلف کرده است،
برای او گوساله چاق می کشی. پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم از تو است. چطور می شود در این روز جشن نگیریم و خوشی نکنیم؟ زیرا این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است.